سلام همه عزیزان، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. خب جلسه بعد روی اینپوت تایپ ها کار کردیم، از کاربران دریافتی داشتیم توی سطح کنسول و تونستیم یه سری اعمال روی اون دریافتی همون انجام بدیم و نمایش اون اصطلاحاً آوتپوتمون رو داشته باشیم. خب حالا میخواییم بریم سراغ بحث ویندوز فرم همین اتفاق و یه سری المان ها که نقش اینپوت رو دارن داشته باشیم و ازشون استفاده کنیم. خب پروژم رو من باز میکنم و روی سولوشنم کلید راز اد نیو پراجکت یک پروژه ویندوز فرم نکست و اسمش رو میذارم اینپوت تایپ این بار ویندوز. خب این رو قبلا داشتیم، میتونیم سایز رو جابجا بکنیم. روش کلید راست قسمت پراپرتیز میتونیم بک کالرش رو عوض بکنیم، این فور کالرش هست و دنبال بک کالرش باید بگردیم که اینجا قرار داره، همون رنگی که توی قسمت قبلی به صفحمون داریم اینجا هم قرار میدیم. خب تکسمون رو جابجا میکنیم، فرم یک رو به input type تغییر میدیم و چند تا لیبل قرار میدیم روی صفحه. اولین لیبل برای این که اینتمون رو نمایش بده، دومی برای این که استرینگمون رو نمایش بده، سومی هم برای این که مقدار بولینمون رو نمایش بده و توی این قسمت هم مقادیر یا ولوها رو نمایش میدیم. حالا من میخوام سه تا اینپوت داشته باشم از نوع تصفیه میکنم تو باکسم، از نوع استرینگ که میشه تکست باکس. ببینید تکست باکس اینجا شما میتونید یک مقدار اصطلاحاً تکسی وارد بکنید به صورت ساده، یعنی اختیاری چه عدد چه تکست رو قبول میکنه و مشکلی نداره. خب بذارید من یک کار دیگه انجام بدم، اینا رو یه مقدار بیارم جلوتر، این رو این به این قرار بدم تا بتونیم مقدار رو نمایش بدیم. خب این چمون مشخصه، فقط من به جای این از نامریک آف دام رو استفاده میکنم که مقدار رو عددی دریافت میکنم. برای قسمت استرینگ هم یک اصطلاحاً تکست باکسی قرار میدم که دیدیم چه مدل هایی وجود داره و توی قسمت آخر باید چک باکس برای نمایش اصطلاحاً تو فالس هامون که گفتیم قبلا هم بر اساس شرطی که وجود داره این اتفاق میفته. خب لیبل هام رو تکستش رو جابجا میکنم، لیبل اولم هست اینت، لیبل دومم هستش استرینگ، لیبل سومم هستش بولین. خب من از قسمت جلو همه رو توی یک خط قرار میدم که نمای قشنگی داشته باشه و من فراموش کردم یک رو هم قرار بدم که معمولا توی لیبل ها یک چیز عرفی هستش. خب توی قسمت آخر من باید بهشون آیدی بدم. خب ابتدا این موارد رو من در یک خط قرار میدم.
فقط من حس میکنم اون ولی خورده بیاد پایین تر نسبت به بقیه تا شکیل تر یه نفر دیده بشه. خب حالا من لیبل ها رو باید دونه دونه بهشون آیدی بدم بتونم تو صفحه پیداشون کنم. LBL is LBL string و انتها هم LBL bool. تکسشون هم احتیاجی نیست، نمیخوام ابتدا تکسی داشته باشن، دونه دونه تکسشون هم پاک میکنم. خب من یه مقدار میارم پایین تر. اینجا من یک دکمه قرار میدم، دکمه ها توی لیست ما به اسم باتم. حضور دارن، اینجا یک دکمه قرار میدم. این هم همون خاصیت های صفحمون رو داره، یعنی ما میتونیم بیایم و بک کالرش رو عوض کنیم. من روی مگنتا قرار میدم، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. تکسش هم میذارم ابتدا یه بهش آیدی میدم VTN accept و تکسش رو میذارم همون accept. حالا کاری که میخوام انجام بدم، میخوام یه سری مقادیر توی این موارد قرار بدم و انتها با زدن کلید accept اون مقادیری که اینجا قرار داره توی این لیبل هایی که جلوش قرار دادم نمایش داده بشه. فقط چک باکس هم که ترجیح میدم تکسی نداشته باشه و این چک باکس خالی باشه. خب شروع کنیم به انجام این عمل. خب کاری که من انجام باید بدم این هستش که ابتدا باید به این موارد هم txt تکست باکس رو معمولا با txt نشون میدن، حالا چه نامبر چه مقادیر اصطلاحا استرینگی تفاوتی نداره. txt int هستش، txt string هست، چون این موارد رو هم ما باید تو صفحه بتونیم پیدا بکنیم. حالا این چک باکس رو هم CHP میتونیم در نظر بگیریم. CHP بول. خب آره، طراحی و دیزاین ما کامل شد، بریم سراغ انجام عملیات. خب یه متد برای من ایجاد کرد به اسم btn accept underline click. زمانی که کلیک روی صفحه اتفاق افتاد اصطلاحاً چه رویدادی پیش بیاد و چه اعمالی انجام بشه. خب ما برای اینکه بتونیم به اطلاعات سطح برنامه‌مون و مثلا سطح ویندوزمون که پنجره ویندوزمون هست دسترسی پیدا کنیم، باید ابتدا یه سری متغیر تعریف کنیم. مقادیری که داخل اون هست رو بریدیم داخل اون متغیرها، مستقیما میتونیم ازشون استفاده کنیم. بریم یه چند تا راه رو ببینیم. اولین راهی که وجود داره، من میام میگم استرینگ txt int. یا آره txt بذارید اینت خالی بنویسم که قابل تفکیک باشه نسبت به اون آیدیایی که روی صفحه دادیم. خب میگم که برو روی صفحه و txt اینت من دات تکسش رو برای من بیار. میگه اوکی، میره میاره. من حالا میگم اینت نامبر برابر با convert تو اینت 32
این چی که من اینجا تحت عنوان متغیر تعریف کردم رو بیا برای من تبدیل به عددش بکن. حالا این دو خط رو ما میتونیم به صورت ساده تر هم بنویسیم. چجوری میتونیم بگیم اینت، بذارید من اینو کامنتش بکنم که اینت برابر با convert dot to int CO2 مستقیم برو txt int dot textش رو برای من بیار اینجا تبدیلش کن. این یک خط همون کار دو خط رو انجام میده، این تفاوتی نداره. مقدار دومی که من باید دریافت کنم string هستش، string برابر با txt string dot textش، چون خودش string هست دیگه چیزی تحت عنوان تبدیل نداره. اینو جلسه قبل هم یاد گرفت. و یه بولین داریم، بولین بول برابر است با اصطلاحاً اون chb بولمون دات. ببینید مقداری که توی اون وجود داره تحت عنوان تکست، اون اصطلاحاً تکسی هستش که جلوش نمایش داده میشد. من اینجا یه بار دیگه براتون بیارم، ما اینجا یه تکس داشتیم براش، میبینید جلوش نمایش میده. اگر ما تکسش رو بخوایم اینو بهمون نمایش میده. پس برای اینکه ما بتونیم به مقدار ولیش دسترسی پیدا بکنیم، باید ما مقدار چکتش رو بررسی بکنیم که ترو هست یا فالس. خب حالا میریم قسمت پایین، یه خط فاصله میندازیم برای منظم شدن کد هامون. حالا من میخوام بگم این مقادیری که من از این چک باکس ها دریافت کردم رو بیا توی این لیبل هایی که ست لیبلی که من اینجا قرار دادم جهت نمایش متونم و اصلا مقادیرم نمایش بده. چه اتفاقی میفته؟ من میام اینجا میگم اون LBL اینچی که من دارم روی صفحه تکستش رو برابر قرار بده با این اصطلاحاً اینتن. خب همچون که میبینید یه ایرور داره به من نمایش میده. ایرور داره چی میگه؟ میگه که اون مقداری که میتونی اجازه داری به من بدی تکسته، استرینگه، ولی تو داری به من عدد اصطلاحاً تحت عنوان عدد مقدار میدی، نمیتونم تبدیل کنم این تو به استرینگ. میگم اشکال نداره، من کمکت میکنم، دات تو استرینگ تبدیل میشه و مشکلمون حل میشه. توی قسمت بعدی LBL استرینگ رو داریم. استرینگ خودش تکس هست و هیچ مشکلی بابت کانورت کردن نداریم، خود استرینگ رو نمایش میدیم. قسمت سوم ما بولین داریم. برای اینکه بتونیم نمایشش بدیم باید LBL بول رو تکسش رو چون لیبل هست برابر با این مقدار بول قرار بدیم و باز مشکل ما کانورت استرینگ داریم که با یک متد ساده میتونیم حلش کنیم. خب ببینید اتفاقی که افتاد چیه؟ ما اومدیم یه مقدار روی صفحه داشتیم، سه تا اینپوت داشتیم روی صفحه، گفتیم مقدارش رو من بده و اومدیم اون مقادیر رو تحت عنوان یه سری استرینگ و همشون رو به استرینگ تبدیل کردیم. این که به استرینگ تبدیل شد، این خودش دیفالت استرینگه و این هم گفتیم استرینگش رو برامون بیار. و اومدیم میخوایم حالا ببریم روی صفحه تحت اون لیبل همون به کاربرمون نمایش بدیم. خب اتفاقی که میفته قبل از اینکه من کد رو اجرا کنم، یه کاری که باید انجام بدم، یک باید بیام روی صفحم و پوزیشنم رو باید سنتر اسکرین قرار بدم. این مورد اول. گزینه دومی که من باید رعایتش بکنم این هستش که باید من روی پروژه ویندوزیم کلید راست انجام بدم و set as startup project رو که اینجاست کلیک کنم تا پروژه ویندوزی من اجرا بشه. حالا من استارت رو میزنم و منتظر میشم تو پنجره ویندوزی من وسط صفحه نمایش داده باشه. خب خیلی ساده،
اینت رو داریم، من عدد 35 رو بهش میدم. استرینگ رو داریم، من عدد مثلا تکس حسن قفاری رو بهش میدم. و گزینه آخر یه دونه بولین داریم که چک باکس هست، اون رو میتونیم تیکش رو بزنیم. زمانی که من اکسپت رو بزنم، باید این مقادیری که اینجا وجود داره همراه با این مثلا بولینمون ترو یا فالس به من نمایش بده. اکسپت، همونطور که میبینید 35 حسن غفاری و این هم تیکش خورده بود و ترو رو باید نمایش میداد. حالا من این تیکش رو برمیدارم و میگم مجدد نمایش بده، به فالس تبدیلش کرد. پس کد ما به درستی داره کار میکنه. خب این موارد رو یاد گرفتیم. حالا شما میتونید یه مقدار رو روی صفحه تحت عنوان لیبل نمایش بدید. همچنین شما میتونید یه سری مقادیر عددی تکسی رو از کاربر دریافت کنید و یه سری اصطلاحا هم پروسس ها رو روش انجام بدید. پس شما الان راحت میتونید یک ماشین حساب کوچیک برای خودتون بنویسید که 4 تا عمل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو بهتون نمایش بده. فقط تفاوتش اینه که توی این قسمت که شما اینت رو تبدیل کردید، استرینگتون رو به اینت تبدیل کردید، میاد قسمت پایین ترش میگید این عددتون مثلا ضرب در چه عدد دیگه ای بشه یا چه مقدار چه تکست باکسی ضرب در اصلا اون مقدار تکست باکس دوم بشه که مثلا عدد اول با عدد دوم جمع بشه، ضرب بشه، تقسیم بشه و اصطلاحا تفریق اتفاق بیفته و نهایتا اون رو برای شما تحت عنوان یک لیبل نمایش بده. میتونید امتحان کنید، ما تو جلسات آینده این اتفاق رو پیش خواهیم آورد و این ماشین حساب کوچیک رو طراحی و اصطلاحا هم تو پروژه کنسول و هم تو پروژه ویندوز فرم اجراش کنید. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. خسته نباشید.